بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. روز گذشته مصادف با دهم ربیع الثانی 1446 هجری قمری، همزمان با سالروز شهادت مظلومانه کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، بیت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس قم غرق در ماتم و عزا بود. در این مراسم جمعی از شخصیت‌ها، فضلا، مسئولان و اعضای مواکب و هیئات حسینی شهر مقدس کربلا و شماری از دلسوختگان کریمه اهل بیت علیهم السلام در بیت معظم الله حضور یافتند و بر مظلومیت خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام گریستند. لازم به ذکر است این مراسم با دعا برای ظهور منجی جهان بشریت حضرت مهدی موعود ارواح نافدا و پیروزی شیعیان جهان خاتمه یافت. روز گذشته صدها تن از اعضای موکب اهالی کربلا از کشور عراق در بیت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس قم حضور یافتند. این کاروان تایی حضور در بیت معظم الله در نشست علمی علما و فضلای حوزه علمیه قم با آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی شرکت کردند و در ادامه از بیانات ایشان بهره مند شدند. گفتنی است در این برنامه کاروان زیارتی موکب عاشور از استان دیوانی کشور عراق نیز حضور داشتند. رئیس مرکز بهداشت زاهدان از شناسایی 237 بیمار مبتلا به بیماری سل در حوزه دانشگاه علوم پزشکی این شهر خبر داد. فریبرز راشدی، رئیس مرکز بهداشت زاهدان، در حاشیه مراسمی به مناسبت روز ملی مبارزه با سل گفت زاهدان به دلیل شرایط اجتماعی و همسایگی با افغانستان و پاکستان مستعد شیوع سل است. وی در ادامه افزود آمار مبتلایان به سل در کل ایران 7000 مورد است که در این میان 237 مورد مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می شود و 207 مورد مثبت ابتلا به سل در زاهدان ثبت شده است. به گفته راشدی آمار مبتلایان به سل در زاهدان نسبت به کل کشور بالا است. یک زن هلندی که در سال 2015 میلادی به داعش پیوسته بود روز دوشنبه 14 اکتبر در هلند به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شد. او متهم است که در دوران برقراری حکومت سنی های تندروی داعش دو زن ایزدی را در سوریه به بردگی گرفته بود. حسنا عرب متهم است که بین سالهای 2015 تا 2016 میلادی در بردهداری داعش که جنایت علیه بشریت محسوب می شود مشارکت داشته است. حسنا عرب که بر اساس آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده تباری مراکشی دارد، به عضویت در سازمان تروریستی سنی های تندروی داعش از سال 2015 تا 2022 میلادی و به خطر انداختن پسر 4 سالگی خود با بردن او به مناطق جنگی نیز متهم است. مسئولان یک مدرسه دولتی در شهر قدس تهران مادر یک دانش آموز را مجبور کردند که برای ثبت نام فرزندش در مدرسه تمامی کلاس‌های درس را تمیز کند. شایان ذکر است مسئولان مدرسه دلیل این کار را ناتوانی مالی مادر این دانش آموز برای پرداخت هزینه مطالبه شده از سوی مدرسه برای ثبت نام فرزندش اعلام کردند. در پی رسانه‌ای شدن این خبر، مسعود بهرامی، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، در واکنش به این خبر گفت در حال بررسی موضوع هستیم، انشاءالله اطلاع رسانی کامل انجام خواهد شد.